خیلی ها تو سفرهای بیابانی و کوهستانی که همراه پیغمبر بودن دنبال این بودن که پیغمبر کی برای قضاء حاجت میرود، برون ببینن آیا از پیغمبر چیزی صادر شده، اگر شده مثل اون چه که از اونها صادر میشود هست، هیچی ندیدن. در بعضی از روایات دارد زمین مأمور بود که ببلعد. تازه این شاید ظاهر کار باشد، بدن امام همش نوره. امام وقتی که غذایی را میخورد، آبی مینوشد، همش جذب بدن میشه، زوائدی ندارد. ممکنه یه حرف و یه مسخره کنن، اما تا نرسی به اون مقاماتی که امام دارد یه حرفارم خیلی نمیتونی باور کنی. چطور اهل بهش وقتی که میخورند و میاشامند هیچ زوائدی نداره؟ اصلا تو بهشت نه توالتی هست نه حمامی هست، شما اصلا نه کثیف میشی، نه عرقت بوی بد میده، نه نیاز به استحمام داری، نه نیاز به دستشویی داری، چون تمام اون چه که میخوری نور است. امام ذاتش نور است، صفاتش نورانی است. اصلا میدونی امیرالمومنین سایه نداشت؟ یکی از خصوصیات امام اینه، لا یکون له ظل، امام سایه ندارد. چطور میشه این جسم زخیم سایه نداشته باشد؟ جنس جسمش با جنس جسم ما متفاوت است.